ساکت بودیم. بیا ماشون بیا به کمات رو خاموش کن. چطور بود؟ حقیقتا خیلی خوب خوند. بله هر سال یه جشن تولد کوچیکی برای پسرش میگیره و یک آوازی هم میخونه. به 4-5 سال پیش که این خانم تو کافه ما میخون معرکه بود. بله منم یادم میاد. تقریبا 6 سال پیش بود که تو این خونه یه مریضی داشتم. فکر میکنم پدر همین خانم بود. اتفاقا بعد از اونم دیگه اینجا نیومده بودم. بله از اون وقت تا به حال برای این خانم اتفاقات عجیب و غریبی پیش اومد کرده. حتی شوهرش هم سر به نیست شده. حالا تنها دلخوشیش همین پسر کوچولوشه. این عکس کیه؟ عکس همون بیچاره شوهرش که رفیق من بود. گفتی این آقا شوهر همین خانمه؟ بله. همینه که گفتی سر به نیست شده؟ بله هیچ معلوم نیست کجاست. الان یک سال زن و بچه‌شو ول کرده رفته. خیلی عجیبه. چقدر این عکس به نظر من آشناست. بله حتما خودش. گفتم اسم چیه؟ شغلت چیه؟ شغلت چیه؟ اهل کجا هستی؟ چند وقت به این مریض خونه اومدی؟ به من نگاه کن. گفتم به من نگاه کن. خوب شد باریکلا. حالا دست راست بلند کن. بلند کن. بلند کن. آها خوب شد. حالا دست چپ بلند کن. بلند کن بلند کن بلند کن. آها خیلی خوب. حالا دهنت باز کن. بیشتر باز کن باز کن. بگو آ آ آ. بگو آ آ آ آ.
خانم خواهش میکنم با آقایانی که بیرون هستن بگیم بیان تو. بگو ببینم این آقایان رو جای دیدی؟ خوب نگاه کن، نمیشناسیشون؟ ناصر، ناصر، منم، رفیقت، عبدالله؟ مهندس، من بهرامم، منو نمیشناسی؟ نه خیر، نمیشناسی، فراموشی آورده، ناراحت نباشید. ایشونو برای اتاق نارکوآنالیز، وسایلم حاضر کنید. چشم. پاشو برو، پاشو. من فوق‌العاده متأثر شدم. چیز عجیبیه. آقای دکتر، چطور شده رفیق ما اینطور شده؟ بیچاره زنش، ما رو بگو همه جا رو گشتیم بجز اینجا رو. من طیب خانوادگی خانمش بودم، اما ایشون رو نمیشناختم. ایشون در اثر یک هیجان روحی به عارضه آمنزی یا فراموشی دچار شده که به کلی خاطراتش رو فراموش کرده. در واقع دیوانه نیست و اختلال مشاعر هم نداره، فقط حافظه و خاطرات زندگیش محو شده. حالا برای اینکه خاطراتش رو دوباره برگردونیم، به وسیله نارکوآنالیز که الان گفتم حاضر کنن، یه امتحانی میکنیم. ممکنه شما هم تو اتاق باشید. بفرمایید بریم. اسمت چیه؟ ناصر. شغلت چیه؟ مهندس. زن داری؟ بله. اسمش چیه؟ فروق. بچه هم داری؟ بله. چند تا؟ یک. زنت کجاست؟ نیست، نمیدونم، مرد. نیست. خوب داستان زندگیتو واسم شرح بده. دو سال پیش مهندس شدم. کجا کار میکردی؟ پیش یکی از نقاط کارا. خب آقای مهندس، خوب فکر کن، تمام جریان زندگی تو از وقتی که پیش اون مقاطع کار مشغول شدی شهر بده. از کارم خیلی راضی بودم. یه روز مثل همیشه توی دفتر با رئیسم نشسته بودم. کارتون تموم شد؟ نه خیلی الان تموم میشه. عجله ای هم نداری، بقیهش بذارید برای بعد. من خسته شدم، بریم پایین چایی بخوریم. چشم. راستی میخواستم این مشورتی با شما بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. میدونید ما مدتیست که با هم کار میکنیم و شما تا اندازهی به زندگی من وارد شدید. میدونید من حقیقتا از زندگی خودم راضی هستم، وقتاً حالا که یه همکار خیلی خوبی مثل شما پیدا کردم و خیالم از کارم راحت شد. تنها موضوعی که منو ناراحت کرده موضوع فروغ دخترم.
مثل اینکه سابقاً به شما گفته بودم که من از زن سابقم که فوت کرده دختری دارم که شبانروزی گذاشتمش. حالا تحصیلاتش تموم شده، میخوام بیارمش قلو خودم. زنم نمیزه و میدونید فروغ چه دختر خوبی. بله راندان، تعریفشون زیاد شنیدم. البته هر طور هست باید اقدام بفرمایید بیان با خودتون زندگی کنم. من تصور میکنم اگر مجدداً با خانم صحبت بفرمایید بالاخره راضیشون کنید. من تا به حال صد مرتبه باش صحبت کردم، هیچ جوری راضی نمیشه. حالا که میدون چایی بخوریم، خواهش میکنم وقتی من موضوع مطرح میکنم شما به من کمک میکنید، شاید یه جوری قانعش کنید. چشم، اطاعت میکنم. نمیایی بریم پایین چایی بخوریم؟ نه حوصله ندارم، سرم درد میکنه. لابد بازم سرما خوردی. چرا از خودت به واضحت بمیکنی جان؟ لازم نیست دلت واسه من بسوزه. خواهش میکنم دلسوزیتونو بذارید واسه اون دختر جونتون فروخ خانم. بازم که بعد اخلاقی رو شروع کردی. پاشو بریم پایین، ناصر منتظره. وقتی که او رفت میشینیم با هم صحبت کنیم. سلام خانم، حالتون خوب؟ الحمدلله متشکرم، خیلی خوب. خب خانم اجازه بفرمایید مرخص بشم چون کار لازمی دارم. شما که همش کار لازمی دارید. بفرمایید چایی آورده. حالا آقای مهندس بفرمایید چایی میل کنید بعد تشریف ببرید. بفرمایید، خواهش میکنم. تشکر میکنم. نمیدونی آقای مهندس من چقدر زنم رو دوست دارم، ولی اگر اجازه بده که دخترم رو بیارم خونه واقعا میپرستمش. چطور؟ من گمون نمی کنم خانم مخالفتی داشته باشم. اتفاقا من از اون زن پدرها نیستم، از این اخلاقای بد اصلا ندارم. من از خدا میخوام فروغ بیاد اینجا پیش ما، تقصیر باباشه. پس اجازه میدی بیارمش منزل؟ اوه معلومه، چه حرفا میزنی جونم. البته هر وقت دلت بخواد بیارش تو خونه. باری کلا شوکت جون، من میدونستم که تو زن بسیار خوشقلبی هستی. خب با اجازتون مرخص میشم. حالا فردا صبح منتظر. چشم. منم از تو زیاد. لطفتون زیاد. خدا حافظ. همین امروز تو باید من طلاق بدی. تو این خونه یا جای من یا جای فروغ. چطور؟ تو الان خودت گفتی که من راضیم اونو بیاریمش. آدم نباید هر چی تو دلشه جلوی هر کس بگه. چرا من اینقدر ناراحت میکنی؟ تو که میدونی من تو رو چقدر دوست دارم. اگه این طور بود اینقدر حرف فروغ رو نمیزدی. تو اصلا هیچ من دوست نداری، هیچ به فکر من نیست. به خدا تو تنها کسی هستی که واقعا دوستت دارم. تمام زندگی من متعلقه به توست. مال بنا یا مال دختر جونتون فروغ خانوم. گریه نکن جونم، برای اینکه مطمئن باشی من فقط تو رو دوست دارم، حاضرم تمام اموالمو به تو مصالحه کنم. تو همش بعده میدی. پاکی بریم محضر، اول تمام داراییمو به تو قباله کنم، بعدم بریم فروغ جونو بیاریم. تو همین الان؟ خیلی خوب. باز که داری به اینا ور میری؟ دستم مرتب میکردم قربان. خب برو برای یه چای ورد بیار. چش. ببین هر وقت آقای مهندس اومد من خبرم. اطاعت میشه. کسی نهی از منو بخواهد؟ نه خیلی آقای مهندس مطیعی تشکیه بردن؟ تو اتاق دفتر آقای خب بری چایی حاضر.
چطور من برم بالا ببینم اگه آقای مهندس هم کاری نداره بیارمش پایین چایی بخور؟ عیبی نداره. پس من رفتم. سلام عرض میکنم. سلام آقای مهندس، شما اینجا هستی؟ مدتی تشویدی؟ نه خیر، الان اومدم. راستی هیچ میدونید که بالاخره من خانمم راضی کردم و فروغ رو بردم منزه؟ الحمدلله خیالتون راحت شد. واقعا خیالم راحت شد. حالا بفرمایید بریم پایین، بقیه صحبت همون اونجا بود. بفرمایید. کاش جنون آقای مهندس مطیعی معاون من، جوان بسیار تحصیل کرده و بسیار خوب. خیلی از آشنایتون خوشبختم. نیست آقای مهندس، الان به آقا میگفتم شما راسته خیلی کار میکنید. حالا بیاید بشینید یه خود با ما صحبت کنید. امروز از اون روزای خوش زندگی منه. شکرت سون، حالا من الحمدلله خیلی بهتره. راستی بابا جون، شنیدم شما از بس کار میکنیم فشار خونتون زیادتر شده. نه اتفاقا، حالا حالم خیلی بهتره، مخصوصا از وقتی که آقای مهندس به من کمک میکنن من بیشتر استراحت میکنم. تو نمیدونی این آقای مهندس چه جوان خوبیه و چقدر خوب پیانو میزنه. متشکرم، نظر لطفتونه. همه محاسن آقای مهندس رو تو گفتی، حالا بذار یه عیبشونم من بگم. بگم خیلی خجالتی هم. این هم خودش یه حسنیه. نه آخه یه جوان نباید اینقدر کم رو باشه. حالا مثلا اگه ازشون خواهش کنیم که برای ما یک کمی پیانو بزنن، یعنی میخواییم بگیم خجالت میکشن؟ حتما. آقای مهندس من خواهش میکنم یک کمی برای ما پیانو بزنید، فروغ جون من بخونه برم. باشه آقای مهندس. فروغ جون بلنششون. Bye.
زبان به دست نیالوده دنی نیاسوده زبان زبویش زمهرمانی ها زرازه مهندس. کارا که پیش میره، لنگی که نداری. نه خیر، همه چیز مرتبه. مسئله که مرتب میرسه. بله همه چیز هست. اصلی تشریف بیایید منزل، میخوام برم مسافرت با شما صحبت. چشم، چه ساعتی خدمت برسم؟ در حدود ساعت 4 بعد از. بله بسیار خب، خداحافظ. راستی آقای مهندس، خیال میکنی ساختمون کی تموم بشه؟ اقلا یک ماه دیگه طول داره. پس اینجا زیاد شد. نه خیر، 3 ماه بیشتر نیست که ما شروع کردیم. چطور 3 ماهه؟ فردا اون روزی که فروغ آوردیم منزل، این ساختمون رو شروع کردیم و الان 4 ماه تمومه. بله، ممکنه اینطور باشه آقای مهندس. خب، خدا حافظ. بایتون یاد نشه آقای مهندس. اگر اجازه می‌فرمودید، بنده می‌رفتم کارا رو تموم می‌کردم. اول فکر کردم که شما تشریف ببرید، ولی بعد دیدم که اگر خودم برم بهتر و زودتر کار انجام میشه. انشاءالله مطلبی بعد شما تشریف ببرید. تصور میفرمایید مسافرتتون چقدر طول بکشه؟ والا خیال نمیکنم بیش از 10 روز طول بکشه، چون من با ماشین خودم میرم. خیلی بهتره، مخصوصا اگر از راه چارلوس تشریف ببرید. بله از همون راه میرم. خب شما کاغذ و نقشه ها رو مرتب کردی؟ بله همه رو جمع کردم گذاشتم تو کیفتون. بسیار خوب، لطف کنید. راجع به کارا که لازم به سفارش نیست، البته مواظب منزل و بچه هم که هستید. خب مثل این که دیر میشه، زودتر برم که شب برسم. دلی برو بالا دفتر آقا رو مرتب کن. چشم خانم. کجا میری؟ آقا رفت بقلن یک هفته راحتی. نه خانم، خیلی کار هست که باید انجام بدم. مثلا همین الان باید چند تا کاغذ بنویسم. چه عجله دارین؟ حالا بیمه دقا پیش من بشینی. آخه کار عقب میفته. مگه آقا نگفت منو تنها نذاری؟ چرا خانم، اما کدومه؟ تو همش از من دوری میکنی، ولی من خیلی تو رو دوست دارم. خانم خواهش میکنم این حرفا رو نزنید. من محاله که به رفیقم خیانت کنم. تو چقدر سنگدلی. با من حرف بزن، اقلا یک دفعه منو ببوس. غیر ممکنه خانم. پس من تو رو میبوسم.
نیست من اون نقشه رو عوضی برداشتم. تش بیاد اینجا؟ چرا ایستادین زودتر تش بیاد؟ بله من نقشه افسکاری رو این نتیجه اطمینان من به شما اعتماد کردم، زن و بچه‌مو به دست شما سپردم. اینجور از دختر من نگهداری میکنی؟ تو نیمه نمک منو خوردی، خجالت نمیکشی؟ این حیای دیشب تو میخوای آبرو منو ببری؟ برید، برید از خونه من، دوشید، برید باشید، برید از خونه من. چه خبر بود؟ صدای داد و بیداد تو اتاق بالا میومد. من احمق بگو که تو خونم بچه گرد میپروروندم. حالا مگه چی شده؟ هیچی، کاغذی یادم رفته بود با خودم ببرم. وقتی که برگشتم دیدم آقای مهندس با دخترم و دختری که این همه ازش دفاع میکردم با خیال راحت مشغول معاشقه هستم. آقای خدا مردم بده، چه کار زشتی؟ حالا نبا تو دوباره قلبت بگیره. بشید اون خب چه کار کردی؟ هیچی، با فاش و کتک بیرونشون کردم. به جهنم، 70 سال سیا من همچی دختری نمیخوام. وقتی میگفتم من از این دخترت بدم میاد ناجنسه، میگفتی دختر معصوم و پاکیه. دیدی چه افتضایی بالا بود؟ دیدی حق با من بود؟ بله، حق با تو بود، من اشتباه میکردم. بفرم بازم این کافی قشنگی. آره اتفاقا نقششم خود من کشیدم. بله اینجا رو تازه درست کردم، چند شب دیگه هم افتتاحشون کنم. برام خانم زودتر دستور بده یه امتحانی از صدای خانم بکنه. قرارم همین بود که گفتم آقایون صبح بیان اینجا. آقای لشکری همون تصنیف افشرده بزنید. بفرمایید سرو خانم، منم دلم میخواد یه رفت دیگه صدای شما رو بشنوم. من خجالت میکشم، آخه تو کافه خوب نیست. مگه کافه با جای دیگه فرق داره؟ یه خانم تحصیل کرده مثل شما که نباید از آواز خوندن و هنرنمایی خجالت بکشه. خواهش میکنم بفرمایید.
منبلی اومدی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ خب رفتی اونجا، چه خبر بود؟ بله رفتم کافه، اتفاقا خود مهندس اونجا بود. فروخانم هم بود؟ بله خانم. خب در چه حال بود؟ والا خانم ظاهرا خیلی خوش و راضی بودن. خوش و راضی بودن؟ بله خانم، اتفاقا از اون روز که فروخانم با آقای مهندس عروسی کرده چا هم شده. خب نسخه آقا رو گرفتی؟ دادم دواخانه بپیشه خانم. خب زود برو بگیر، منم میرم بالا دکتر پیش آقا. Oh.
نگران نباشید خانم. من فردا صبحم میام، اما فقط میخواستم خدمتون عرض کنم که اگر مجدداً سرما بخورن و مبتلا به زاتوریا بشن، با بیماری قلبی که دارن حالشون خیلی خطرناک میشه. خواهش میکنم شخصا مراقبت بکنید، دواهاشون رو بدید، مخصوصا سعی بکنید که اتاقشون کاملا گرم بشه. چشم آقای دکتر. مرحمت شما زیاد. خدا حافظ آقای دکتر. دوای آقا را آوردم خانم، گفت خوابشونم جز همین بسته است. آقای دکتر خواهش کردن که اتاق آقا را کاملا گرم نگه داره. خیلی خوب، در آقا ببند برو بخواب. خانم بیرون هوا خیلی سرده، داره برف میاد، اتاق آقا را خیلی گرم نگه داره. سینم خیلی درد میکنه. بلکه این گفت خواب بهت میدم بخوری، راحت بخوری. من تا چه ای باید از این قرصا بخورم؟ بخور عوضش کنم. راحت شده تو چه زنه خوبی هستی، خیلی عزت راضی هم تو هم برو بگی بخواب جون، برو. Thank you.
روزایی که آقا فوت کرده شوکت خانم اینقدر به تو محبتش زیاد شده؟ والا نمیدونم، امروز دیگه دو مرتبه اومد. الان رفته برای منصور اصلا بازی بخره. والا این یک خوب که سراغتون نمیگیره، حتی وقتی بچهتونم به دنیا اومد یک چش روشنی واسش نیورد. اون پدر بیچارت من تا زنده بود نمیدش اسمتونو بیاره. مهره خانم، حالا دیگه اینقدر از گذشته صحبت نکنیم. فروغ جان اگه چای حاضری یکی برای من بریز بیار، میخوام برم کار دارم. راست میگی، منم بلندشم برم به کارم برسم. فروغ جان خیلی دیر کشید. نمیدونی خیابان لالزار استانبول چقدر شلوغ بود، اینقدر طول کشید تا اینا رو خریدم. پس من سجون کن خوابش بستم. حیف. چه عجب آقای مهندس امروز منزل تشریف داریم. حالا بفهمید پالتوزون در بیارین یه خورده بشین. نه میخوام برم، فقط حالا اسباب بازی من سجون رو بدم برم. نه بفهمید میخوام برم چایی بیارم. ناصر، میخواستم تا این کلمه تنها با تو صحبت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. نه اینجا نمیشه، فردا بعد از ظهر ساعت 3 بیا منزل. بسیار خوب، بلکه با فروغ خدمت برسم. نه به فروغ چیزی نگیا، حتما خودت تنها بیا، منتظرت هستم. یادت نره ناصر، منتظرت هم. قول بده که حتما میای. خیلی خوب فروغ جون، دیر شد دیگه. من رفت برای شما چایی آوردم. نه جونم، خیلی متشکرم ازت. مرسی، خدا حافظ. مندلی. بله خانم. بیا این کاغذ امروز هر طور شده باید به دست فروغ خانم برسه. چه خانم؟ مواظب باش، حتما به دست خودش بدی. نبادا کسی بفهمه این کاغذ من دادم. چشم خانم، البته مطمئن باش. بارکلا، برو. خانم عزیز، شوهر شما از عشق و علاقه که نسبت به او دارید سوء استفاده کرده و هنوز بازم پدرتون روابط عاشقانه دارد. برای اینکه این موضوع به شما ثابت گردد، ساعت 3 بعد از ظهر امروز به منزل پدرتون بروید. شوهر خود را بدون شک در آغوش این زن خواهید یافت، کسی که خواهان سعادت خوشبختی شماست. بله. تو پیرنده دیده من کجا؟ توی کمود اتاق خوابه. چیکار میکنی؟ هیچی. تو کجا میخوابی لباس عوض کردی؟ بعد از اون کمیسیون داریم. ساعت 2:30 بعد از اون چه وقتی کمیسیونه؟ میدونی جنامه کمیسیون مهمیه. خیال میکنم مربوط به لوله کشی باشه. قراره با یه گده از مهندسی مذاکره کنیم. زمین کتمنو بده. خیلی خوب جونم، من میرم زود برمیگردم، شاید شب با هم بریم سینما. یه گیلاس دیگه از این کنیاک بخور، کنیاک خوبیه. خانم همون یه گیلاس کافی بود. حالا مثلا یه گیلاس دیگه بخوری چطور میشه؟ مگه بچه ای؟ ناصر، آخه تو چرا قدر منو نمیدونی؟ من حاضرم تمام ثروتمو به تو بدم به شرط اینکه منو دوست داشته باشی. خانم این حرفا رو نزنید، عشق و دوستی رو با پول نمیشه خرید. من و فروغ همدیگر رو دوست داریم،
ولی هر دو فقیریم. پول خوشبختی نمیاره. ناصر، من میدونم تو مجبور شدی اونو گرفتی. اونو دوست نداری. برای این مذاکرات فرمودید من بیام اینجا؟ آره جونم، میخواستم با تو تنها باشم. دیگه صبرم تموم شد. ناصر جون، ناصر جون. ناصر جون، من تو را از تمام دنیا بیشتر دوست دارم. تو واسه من از هر کس عزیزتری. خانم خجالت بکشید، لااقل از رو اون مرحوم شرم داشته باشید. من از اون نفرت داشتم، از اون بیزار بودم. من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو. ناصر جون، من تو را از تمام دنیا بیشتر دوست دارم. از خانم محترم مثل شما این کار خیلی قبیحه. متاسفانه خانم، برای من دیگه ممکن نیست حرفای شما رو قبول کنم. خواهش میکنم دست از سر من بردارید. ناصر، ناصر تجارت بکشید خانم. من شرافتم رو بیشتر از همه چیز دوست دارم. فرو کجا رفته؟ همین الان پیش پای شما گریه کنون اومد. بچه هم برداشته. به شما نگفت کجا میرم؟ به من چیزی نگفت. شما خودتون رو نفهمونی کجا رفته؟ چیز عجیبی. بریم. عرضه نکردیم، گفتیم لااقل یک تلفن بکنه یک چهت بیم اینجا. تلفن کردنم قدقله. ببرش تو. من که باید اینجا بایستادیم، من نگفتم برو. خب بعد چی شد؟ اون به من خیلی علاقه داشت، همیشه به من اظهار عشق میکرد. مخصوصا یه روز میگفت واسه خاطر تو حاضرم شوهرم بکشه. اما خدا شاهد من نسبت به اون نظری نداشتم. مثلا چطور ممکن آدم نسبت به رفیقش، به رئیسش، به کسی که این همه محبت کرده بهش خیانت بکنه؟ خودت بهتر میدونی به اخلاق من واردی. تو چرا دوباره رفتی خونشون؟ بهت گفتم که منو به اصرار دعوت کرد به منزلش، مخصوصا سپرد که به زنم چیزی نگم. وقتی فردا رفتم خونش دوباره شروع کرد مثل سابق به اظهار علاقه کردم. من اوقاتم تخش رو برگشتم خونه، دیدم فروغ بچه رو برداشته و رفته. یه کاغذی هم اونجا بود به خط شوکت خانم که زن منو برای همون ساعت دعوت کرده بود به منزلش. من فورا فهمیدم قضیه از چه قراره. برگشتم اونجا، دیدم افتاده رو تخت مرده. خلاصه اوضاع طوری به هم جور شده که همه خیال میکنن تو اونو کشتی. خب واسه چی؟
به چه دلیل؟ به چه علت؟ من ترچی فکر میکنم چیزی نمیفهمم. وقتی از پیشش رفتم حالش مثل همیشه طبیعی بود، فقط گریه میکرد. اونو خدا میدونه راست یاد بود. پزشک قانونی و بازپرس هر دو میگن خفش کردن. ممکنم هست خودکشی کرده باشه، هنوز معلوم نیست. والا من هیچ اطلاعی ندارم، به خدا بی تقصیرم. من که میدونم، چرا قسم میخوری؟ خب هیچ کس باور نمیکنه من بی تقصیرم، حتی زنم هم همینطور که میگی به شک افتاد. تو خودت خیال میکنی این کاری کی کرده باشه؟ والا من هیچ اطلاعی ندارم. تو خودت میدونی که من از یک سال پیش به این طرف تو این خونه رفت آمد نمی کردم. خب صحبتون تمام شد؟ بله جناب سرکار. بفرمایید. خب من میرم دنبال کارت، نگران نباش. خب جناب سروان، از لطف شما خیلی متشکرم. سفارش دوستم هم به شما میکنم. چرا باید باشید در باشید مرمتون زیاد. عبدالله خان، دیدینش؟ چطور شد؟ حالش چطور بود؟ بد نبود خانم، رفتم زندان، مدتی باهاش صحبت کردم. خب چی میگفت؟ حالا بفرما بنشینی. والله تمام جریان برام شهر داد. فروخ خانم، من مطمئنم که ناصر بیگناهه. باید هر طوری شده مجرم حقیقی رو پیدا کنم. آخه عبدالله خان، شما نمیدونیم کی این کاری کرده. هنوز نمیدونم، اما امیدوارم که به زودی پیداش کنم. شما خودتون میدونین که ناصر این کارو نکرده. من شوهرمو خوب میشناسم. اون به خدا مثل یک بچه معصوم. خانم من 10 سال با ناصر رفیقم، هم مدرسه بودیم. مثل روز پیش چشم من روشنه که ناصر بی تقصیره، اما قطعا سوء تفاهم می شده. همین روزا موضوع روشن میشه. در هر صورت من غیر از شما کسی رو ندارم. تنها امید من شما هستی. خدایا چطور میشه اگه ناصر رو بکشن؟ خانم این چه حرفی می زنیم؟ هیچ وقت هم چیزی ممکن نیست. چه گریه میکنیم؟ مگه بچه این؟ شما 100% مطمئن باشید من هر طوری شده خلاصش میکنم. حالا بنشید خانم. راستی سر کارتون میرین؟ کار چیه؟ من دیگه اصلا از زندگیم سیر شدم. باز از این حرفای بچگونه میزنیم؟ از زندگیم سیر شدم یعنی چه؟ شما تازه اول زندگیتونه. نه خیر، باید حتما از همین امشب به این سر کارتون. مطمئن باشی که ناصرم خوشحال میشه.
دوران چون قسمت است و نصیب دیگر ما را چه کریم بیشد این صبر و شکیبا تا من هستم افسرده دل توزی شادی و رقیبا من آزردم من آزردم از زندگانی خود جانیدانی در جوانی در جوانی بله گوه حساب ما چیه؟ حساب نداریم 25 هزار بود گرفت دیگه آب بریز خالی 2 هزار جواب خالی 2 هزار بیگه را تاس میگیری؟ بیگه تاس گره یه بکنه جنو بفهم آقا تاس نوری راستش حالا چی بگی؟ نشد ندارم طلبه طلبه؟ ذکر خلاله تو مدرسه هست پول بیار بازی کنی بی معرفت بسه یه دست بزن و که شانس بیاری بر پدرش نهلا که دیگه با تو بازی کنه آدم او به کار میشه با این اکبر بازی میکنه مهندس تو میزنی؟ نه من حوصله ندارم آه تا که منو کشتی عباسی خودتو گرفتی من که خودم گرفتم؟ به من چی کار داریم؟ جونم اینجا زندونه آدم وقتی پاش میرسه اینجا قید همه چیه میزنه بی خود سخت نگی تو که یه سال آمدی اینجا من که 6 سال اینجا هم چی کار کنم مثل من عشقی باش گرد زندون شبم آزاد من ایشا الهی هر که بد خواهد تو باشد در نگو گردد تو ما بد خوش باش خود پیرنگشو نگاه کن چقدر گردنش کلوف شده آسی ناصر خان اون هفته که وکیلتون آمده بود میگفتی که همین هفته کار ما تموم میشه پس چطور شد؟ از این وعده ها زیاد داد و از این 7 روز هم خیلی گذشته باز کارگاه تو بهتر از ما چه بهتری؟ خیال میکنی من الان 1 سال اینجا موندم تمام کار زندگیم به هم بیرد باسته نخور همه روزا ما که اومدیم بیرون ما هم یه تشکیلاتی میدیم خب حالا بذاریم بیرون خلاصه باید همه روزا ما مرخص بشیم اگر ببینی چقدر دارم واسه بچه هم تنگ شده الان پسرم 10 سالشه
دخترم 7 سالش باید تمام شده باشه. سر منم حالا باید 1.5 سال شده باشه. نه خیر هنوز که پیداش نیست. خب آیان بفهم بشین بعدا تکلش پیدا میشه. مطمئنی که اینجا میاد؟ بله آقای بازپرس، تو همینجا تو همین کافه باش خراب گذاشتم. بفهمید خواهش میکنم. بفهم قطر یه سه ساعت سه برد بیار. خوب شد اومدی، من دیگه میخواستم برم. لابدون پولی که بدونم خرج کنی تمام شده. بله. خب بیا 20 تومن بیگه خرج کن. راستی خود عرق میخوره بگم برای بیارم؟ مزاحم نمیشم. نه دیگه بشین، من چند دقیقه وقت دارم با هم این مشروب بخوریم. برام خواهم بگو اسم مشروب بیارم بخوریم. بسیار. پسر فرمون میگه اینجا شده جز؟ نه لازم نیست. چرا؟ بعد بیار همونو، همونو بعد بیار. بدو
آدم وقتی غم و غصه داره بهتر یه گلاس عرق بخوره. بله آدم از فکر خیال میاندازه. به خدا تمام گرفتاری انسان از دست زنه. راستی من داری خواهم تو تا به حال کسی رو دوست داشتی؟ از قیافت پیداست یه وقتی اهل عشق بودی. ای آقا بیان کنید من که به دوست داشتم. نه مثل اینکه تو هنوز من اعتماد نداری. اختیار داری. تنها کسی که من بهش اعتماد دارم شما هستی. اگر کمک های شما نبود من تا به حال از بین رفته بودم. تفسیر اون که تو قلبته به من نمیگی. من فکر میکنم تو زندگی تو اسراری. من تو این قیافه تو یه غم غصه میبینم. تو یه اسراری داری. به من بگو. به من اطمینان داشته باش. نه آقا چه اسراری؟ نه من میدونم. از اون وقتی که اون اتفاق با سه خانم اربابت شوکت خانم افتاد تو اصلا یک آدم دیگه شدی. حیف بود. زن خوبی بود. خوشیل قسنگ نه؟ بله خیلی خانم خوشگل بود. آدم وقتی نگاهش میکرد حس میکرد. میگفتن عاشق مهندسه شده بود. بله همون اون منو به این روز انداخت. اگر اون نبود الان شوکت مال من بود. خب برای خاطر همون مهندسه به عشق من پشت پا زد. منم انتقام رو میگرفتم. از کی؟ از همون مهندسه. شوکت چرا کشتی؟ چرا خطر کردی؟ برای اینکه دوستش داشتم همیشه مثل سایه دنبالش بودم. از حرکاتش لذت میبردم. حتی وقت ارباب را کشت اما وقتی که دیدم عاشق مهنده شد دیگه طاقت نیاوردم. همون روز که بو اثار عشق کرد منم تصمیم گرفتم کار خودم را به او تسلیه کنم. درست یک سال پیش بود. خوب بیادم میاد بعد از ظهر پنجشنبه بود که شوکت به اتاق خوابش رفت. منم دنبالش رفتم. از سوراخ کلید تو نگاه کردم دیدم لباساش رو شد. دیگه طاقت نیاوردم بی اختیار رفتم. بیا تو نمداری تویی؟ بله خانم چه فرمایشی داشتید؟ بله بیا فروغ دید که من و ناصر با هم بودیم؟ بله خانم مخصوصا مدت دم پنجره واسم. خب چه حالی تو؟ نمیدونه خانم داشت از قصه قصد میکرد. عشق تو چشماش پر شد و با عجله برگشت. با تو حرفی نزد؟ نه خیر خانم. خب مثل اینکه نقصان داره عملی میشه. من ولی میتونی چه نقشه برای فروغ کشیدم؟ چه خوب میشد فروغ از ناصر جدا میکردم و خودم زنش میشدم. آخ من ولی دیگه خود تو آرزوی نداشتم. چرا گریه میکنی؟ آخ خانم اگر از قلب من خبر داشتی، اگر میدانستی که تمام دلخوشی من شما هستی این سوال را نمیکرد. خانم خانم من عاشق شما هستم. دیگه طاقتم تمام شد. چی؟ غلط ها میکنه با تحکیم گل ساد جلو چشمم احمد فرش بده هرچی دلت میخواد بگو. من تا دوست دارم. تو باید مال من باشی. چاره دیگری هم ندار. تست بی همه چی؟ من تستم. تو آقا را کشتی. من خیال کردم رقیب ندارم. حالا باید ناصر جای من بگیره. من آقا را کشتم؟ آره تو کشتم. آه خفیف شدم. داشت خفم میکرد. ای کاش مرده بودم. اما نه
اگر مرده بودم مال من نمیشود، مال مهندسی میشود. کشتمش، اقلا در عالم خیال مال من. ناصر مطیعی. بله. خب رو تا آخر آفز داشت میری قربون تو به این حسن آقا بگو دیه سر سراغ ما نایمدی این نتیجه پرونده به آقا چطور شد؟ مطمئن باش فراموش نمی کنم. رفیق قولی که دادی یادت نره. قول میرم کارت درست کنم. خوش اومدید دست علی همراه. دیگه اینجا بر نگردی ها. اسمت چیه؟ ناصر. شهرتت؟ مطیع. شغلت؟ تا یه سال پیش مهندس بودم. از کدام شعبه تحویل زندان دادنت؟ شعبه یک. به چه جرمی؟ اتهام قتل. خب از این ساعت شما مرخصید. بفرمایید. به سلامت. پس هیچ کس خونه نیست؟ آخر همه رفتن بیرون. بچه هم بردن؟ بله عبدالله خان اومدن همه رو برداشت اومدن آقا شما. چایی داری؟ بله. بله لا یک کمی آب جوش بست تو روشوری بخواب ریشم بترشم.
آسه جون، تو هنوز بیداری نخوابیدی؟ جواب خانم تازه سر کارشون بودن، الان ساعت 11 است. نه جونم، با عبدالله خان بودم. راستی آسه جون، جارم راست بود بهت بگم، عبدالله خان وکیل من شده که خونم اونو پس بگیری. قرار همین دو سه روزه بریم خونه پدرم بشینی. عبدالله خان وکیل شما هم هست؟ بله، مگه چه عیب داره؟ هیچ عیب نداره، فقط همون آقا بود که کار من عقب انداخت که یک سال بی جهت تو زندون موندم. ناصر، اصلا تو خیلی اخلاقت عوض شده. به جایی که از اون بیچاره که این همه واسه تو زحمت کشیده تشکر کنی، این حرفا رو میزنی. ببخشید خانم، من نمی‌دونستم شما وکیل عبدالله خانم هستی. حالا از خودمون صحبت کنی. همین مربوط به خودمونه. تو هم پشت پالتو در بیار. راستی رفتی اول کار؟ از کجا کار پیدا کنم؟ برای کسی که زندان بوده بهش کار میده. اینجوری که نمیشه. گفتم از کجا کار پیدا کنم؟ آخه نداره. اصلا بگو ببینم، تو میخوای بگی با کاری که میکنی اساس یه مبلای زندگی رو برای خود خریدی؟ معلومه پس از کجا پول آوردن؟ کار کردی، زحمت کشیدی. ناصر، اصلا تو از زندان برگشتی یه جور دیگه شدی، اخلاقت عوض شدی. بابا صحبت از زندون میکنی، هر زمین هم حرف زندونه. اگه من رفتم اونجا برای توی که خوب شد، صاحب همه چیز شدی، دیگه به من احتیاجی نداری. بله، حالا من یک زندانی بیکار و نامید هستم. ناصر، همه امید من تو هستی، تو رو به خود عصبانی نشو. اگر به من رحم میکنی به پسرت رحم کن. رحم؟ کی به من رحم کرد؟ پرده سیاه فراموشی و جنون ناگهان در مقابل دیدگان ناصر کشیده شد. این جوان که بیگناه متهم و بی جهت چندین ماه در زندان به سر برده بود، نتوانست در برابر پیشامدهای تلخ زندگی مقاومت کند. ناملایمات گوناگون و محیط خفه کننده زندان در روح پاک و بیالایش این جوان معصوم چنان مؤثر افتاد که به همه کس، حتی رفقا و دوستان صمیمیش بدبین شد. از زن محبوب خود که این همه برایش فداکاری کرده بود مشکوک و متنفر گشت. همه را ترک کرد و به دست فراموشی سپرد، خودش را هم از یاد برد. نمی دانست کیست، به کجا می رود. میخواست هرچه زودتر از این محیط پرمشقت و مردم ریاکار آن فرار کند. سر به بیابان گمنامی گذاشت و کسانش را از یافتن خود مایوس کرد. روزها گذشت، ماها نیز از پسانها آمدند و رفتند. ناصر همچنان در حال جنون و فراموشی به سر می برد. از شهری به شهر دیگر می رفت. تابستان، پاییز، زمستان و بهار برای او هیچ فرقی نداشت. زمین و زمان را به یک چشم می نگریست. همه این دیوانه بیازار را می شناختند، اما هیچ کس اسم او را نمی دانست و با احدی یک کلمه حرف نمی زد. در جیبش کوچکترین چیزی که معرف او باشد پیدا نمی شد. مردم از راه رحم و شفقت او تکنانی می دادند. مدتها بدین منوال در حال جنون و فراموشی به سر برد، تا اینکه دست تصادف در یک صبح سرد زمستان او را به مقابل بیمارستانی کشاند. در همین جا بود که پاهای این جوان بیچاره دیگر توانایی پیش رفتن نداشت. او را به داخل بیمارستان بردند و در آنجا از او نگاهداری نمودند. دیدی چطور خاطراتش رو بیان کرد؟ همونطور که قبلا هم گفتم با آمنزی یا محو شدن خاطرات مبتلا شده بود. آقای دکتر، چی کار باید کرد که دوباره به حالت طبیعی خودش برگرده؟ تصور میکنم برای اینکه به حالت طبیعی برگرده دو مرتبه یک هیجان شدید روحی دیگری لازمه. خب حالا چی کار کنیم؟ بهتره شما قبلا به منزلش برید
به خانمش خبر بدید، من هم تا چند دقیقه میارمش خونه. بسیار. بله آمدم. خب ببینم چیکار کردی؟ هیچی، بچه رو فرستادم پیش مهدی. خب خودم هم لباسا و پالتوشو برداشتم رفتم مریض خونه. خب بعد اونجا دکتر دستور داد ریششو تراشیدن، تر تمیزش هم کردن، گفتن که ما خب همین الان میایم اونجا. خب خب بگو ببینم تو چیکار کردی؟ منم به هزار زبون مطلب رو بفرو فهموندم. قرار شد همونطور که دکتر گفته بود اصلا هیچ حرف نزنه، فهمیدی؟ بی خود گری و زاری نکنه ها، همون آهنگی رو که ناصر دوست داره وقتی وارد شد واسش بزنه. والا خیال نمی کنم با اون حالتی که من دیدم آهنگ ماهنگ تأثیر داشته باشه. آها اومدن، تو زود برو به فروغ خبر بده. سلام علیکم. سلام علیکم. تمام دستوراتی که دادم انجام دادید؟ بله بله. خواهش می‌کنم بفرمایید تو آدرس. سلام آقای دکتر. خیلی خوب، بعد از اینکه شما رفتید من دوباره ازش سوالات کردم و فهمیدم که تنها علاجش اینه باید با خانمش روبرو بشی. اگه اونو شناخت به حال طبیعی برمیگرده و الا هیچ علاجی نداره. آقای دکتر تو رو خدا یه کاری بکنید خوب بشه، فکر زن و بچهشو بکنید. اما مثل اینکه اصلا کسی رو نمیشناسه. نه خیر، اجالتا هیچ کسی رو نمیشناسه و در یک حالت شبیه به خوابه. من مخصوصا سفارش کردم که در منزل سرسده نباشی. فقط خانمش باید با کمال خونسردی آهنگی رو که دوست داری براش بخونه. من به خانمش همه جور سفارش کردم، قول داده که کوچکتر نرفی نزنه. بسیار خوب، حالا ببینیم چطور میشه. اما همین که وارد شدیم باید شروع کنه به خوندن. مطمئن باشید آقای دکتر، من همه چیز بهش گفتم. بفرمایید. Oh.
نکنم هوای یار دفترین گل من دست دار نزنم بسیم جست و گوهری به خدا به خدا ندهم به جست و دل به دل بری